درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 31 شهریور برابر با 22 ماه سپتامبر 2014. اون ذوالقعده را فراموش کنید، اصلا مهم نیست. نمیدونم ما چه بکنیم با این ذوالقعده. هر شبت که در روزهای دوشنبه با شما صحبت میکنیم در باب دروغ ها و مغالطات تاریخی ها و دروغ های اولیا و انبیا و آسمان ها و رئیسمان ها و بدبختی ما و اسارت بشر و عرض کنم که در ادبار و بدبختی و فقر فرو رفتن و جهالت و کتک و همه این چیزها. خب یک داستان پرنشاط زیبا برای شما میخوانم از گلستان سعدی در باب کسانی که انکر الاسفاد هستند در واقع و به قول قرآن عرض کنم که گفت انکر الاسفاد صوت الحمیر و ببینید که سعدی چه ذوقی نشان داده و چه چیزی گفته است در باب صدای بد. برای شما میخوانم از این مرد بزرگ سعدی: چندان که مرا شیخ اجل ابوالفرج ابن جوزی رحمت الله علیه ترک سماع فرمودی و به خلوت و عزلت اشارت کردی، عنفوان شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب. این ابن جوزی ها چند نفره؟ این ابن جوزی اون ابن جوزی دیگر نیست، تلبیس ابلیس رو نوشته و در اونجا غیر از خودش همه دنیا رو رد کرده. اون یکی ابن جوزی که البته منبری داشت و تشکیلاتی و میگویند در بغداد 14,000 نفر 15,000 نفر پای منبرش میامدن، عواطیل گوش میکردن، خلیفه هم میامد. یکی سیگر استاد سعدی بوده است. اینها کسانی که در واقع داره مقامی بودن، اینها رو دعوت میکردن به نظامیه بغداد یا نظامیه نیشابور یا نظامیه اصفهان، که این نظامیه ها رو یک دانشگاه های بود خواجه نظام الملک وزیر ساخته بود. نظامیه بغداد مشهورترین بود به جهت اینکه به هر صورت بغداد از شبت که یه مرکز اسلام بود و از این حرف ها. سعدی هم اونجا درس میخونده، میگوید به منو به ترک سماع دعوت میکرد و نصیحت میکرد. خب آخون بگی آخون با سماع و درویش و اینا کاری نداره. بزرگترین دشمنان درویشان آخوند بوده. از ابتدای کار وقتی که این اسلام عزیز آمد و از شدت خشکی و عقب ماندگی و سطحی بودن قابل تحمل نبود و هیچ عمقی نداشت و یک بار کلمه عشق در قرآن کریم نرفته بود و یک بار کلمه عقل در قرآن شریف نرفته بود و داستان شلاق زدن و غارت کردن بود و زور گفتن و هر کسی که ما را قبول ندارد از میکنم دشمن ماست و کافر است و زنش حلال است و مالش حلال است و خونش هدر است و اینها. و مردم ایران نمیتوانستن با چنین مکتبی زندگی بکنی، فکری باستی میکردن. معنویتی نداره این دین عزیز، قربونش برم. به من نشون بدید معنویت شما در قیافه آخوند که نماینده اسلام هست، در حرکات و سکناتش، در وجناتش شما هرگز معنویت دیدی؟ اینا مش دراکولا هستن، داره ترسوندن مردم، پر کردن جیب. این مکتب اسلام عزیز مکتب خوفه، مکتب ترسه، مکتب وحشت. ولت نمی کنه، مردت از مردت هم دست نمی کشه. تازه وقتی مردی خواستی راحت بشی از شر این داستان و نمایندگانش و چوب و چماقش و نمیدونم حرام و حلالش، که زندگی رو بر بشر اساسا حرام کرده این اسلام، زندگی رو بر بشر.
در هرچه نشاط و شادی و خوشیز بسته. حالا مردی از دست اینها راحت شد، خیال میکنی راحت شدی؟ بایستی یکی بیاید شانه چپ مرده رو بگیرد و به شدت تکان بدهد، بگرد بگوید که اسمع و افهم یا حسن ابن حسین مثلا. یعنی چی؟ یعنی ما تو مرده تو قبرم دنبالت هستیم. تازه مردی شبم نکیر میاد، با چه گرزی؟ منکرم رفیقش همراهش میاد، این رستم و قاسمی میمونن و جنتی گرز میاره. اسمت چیه؟ سوال جواب. دینت چیه؟ ولت که نمی کنه که. یعنی فکر نکن مردی رو به راحتی رسیدی، نه اینطور نیست. باری این است که ایرانی ها که اهل ذوق بودن، بابا ایرانی متمدن بود، متمدن ترین ملل جهان ایران بوده، تمدن دنیا مدیون تمدن ایران هست. باری اینها آمدن گفتن آقا از این چیزی در نمیاد، این قرآن هی ما میخوانیم هیچی توش نیست. یک ذره از ذوقیات، یک ذره انسانیت چیزی ما درش پیدا نمی کنیم که این ده به دل ما اثر بکند. حالا چه بکنیم؟ جوان مردان جمع شدن و عرض کنند که دانایان کسانی که صاحب رقت قلب بودند، صاحب انسانی جستجوگر انسانیت بودند و عمقی در معنی میخواستند و عمقی در توحید میخواستند و عمقی در نمیدونم همه این در واقع حرکات و عرض کنم که اعمال اسلامی که داره هیچ معنی نیست. اینها براش یک عمقی گشودن، تفاسیر غریب عجیب انسانی کردن. اینها متصرفین بودن، آدم های درست حسابی مملکت. تاریخشون هست، زادگاهش هم خراسان هست، به خصوص هرات. پیران هرات، یک قفسه کتاب هست راجع به پیران هرات. اینا چه انسان‌هایی بودن، چه میزان مردم اینها رو دوست می‌داشتن و چه میزان اعتماد می‌کردن و چه میزان اعتقاد داشتن. رفته رفته به انحطاط رفت. خب بماند، همه چیز ما به انحطاط رفت. این آخوندان نشسته بودن اینا رو لعن می‌کردن، چون در اونجا در واقع کلیت این مکتب متصوفین مکتب امید بود. هاتفی از گوشه میخانه دوش گفت ببخشم گناه می بنوش. گفت آقا خدا میبخشه، خدا کریمه، خدا رحیمه. این داستانه وحشت الله و یه حرفا رو گذاشتن کنار، موسیقی بود و سما بود، رقص و بعد عرض کنند که بزم ابو سعید ابوالخیر که یکی از بزرگترین متصرفین مشایخ هست که حرفاش هست، اینا همه هست. اینا نشسته بودن تکبیر میکردن و چیز میکردن. امروز هم همان هست. شما نگاه کنید آقا 450 نفر از این دراویش گنابادی رفتن مقابل دادگستری که آقا مارم بگیرید. بکردن که اگه بگن مارم بگیرید ما 400 نفریم، اینا نمیگیرن. اینا بعد از جنبش سبز 5 نفر رو اجازه نمیدن. انواع اقسام آدمکشا و چاقوکشا و عجامر و اوباش. خب اگر مردم ایران 30 میلیون بودن در مقطع انقلاب، حداقل 10 میلیون عجامر که داشته اینا رو آوردن و بچه های اینا و عرض کنم کم و کسریش هم از عراق و اون طرف ها آوردن چاقوکش و آدمکش، ریختن در خیابان های تهران. حالا 4000 موتور سوار و 3000 زن و اینا برای بدحجابی ریختن در خیابان ها. بدحجابی شما فکرشو بکنید. دو تا از همکلاسی های سابق من رفتن در آمریکای جنوبی به من زنگ زدن دیروز، یک ساعت حرفی زد که آقا ما اومدیم اینجا، همه مردم آزاد، همه شاد، همه خوش، مملکت خوب، کسی به کسی زوری نمیگوید، کسی از کسی نمیترسد، مردم حس امنیت میکنن، همیشه در حال طرب و نشاط هستن. پس چرا در زندگی رو بر ما بستن تو اون مملکت؟ همه دیپرس، همه روان پریش،
و گرفتار در این ایران زمین از دست 4 نفر از این روزخانه های آدم های بیشعور، واقعا بیشعور، که اینا به بیشعوری ضرب المثل هست. حالا این ابن جوزی به سعدی میگوید ترک سماع کن، سماع رقص، یعنی در واقع پوسته های توخالیش هنوز در همین مزار مولانا، حالا شدن اینا شومن، خارجی ها میان برای دیدار نمیدونم گور مولانا، اینا یه رقصی هم میکنن و اینا از این حرف ها. باری میگوید که استادم میگفت نکن، ابن جوزی میگفت سعدی چیز کن، این ترک سما کن، چنین و چنان کن، اما انفوان شبابم غالب آمدی و هوا و هوس طالب. بسیار جوان بودم و دوست داشتم این داستان موسیقی رقص و اینها رو، ناچار به خلاف رأی مربی قدمی درفتمی و از سماع و مجالست حظی برگرفتمی و چون نصیحت شیخم یاد آمدی گفتمی قاضیر با ما نشیند برفشاند دست را، محتسب گرمی خورد معذور دارد مست را. گفتم که آقا این چیه، تو نبوده این ذوق سماع را دریابد، اگر خودش هم میامد اینجا پایکوبی، محتسب میگرفت میگشت مستا رو میگرفت و شلاق میزد و این حرفا. محتسب گرمی خورد معذور دارد مست را، تا شبی به مجمع قومی برسیدم که در میان مطربی دیدم. مطرب، واژه مطرب خیلی عذرخواهم از شما، واژه مطرب فهوای محترمی داشته. مطرب کسی که ایجاد طرب میکنه، تا قبل از این آخوندهای صفوی فلان ابن فلان، مطرب در واقع فهوای بسیار بسیار متعالی داشته. خدایا مطربان را انگبین ده، برای زر دستی آهنین ده، این مطرب از کجاست که راه عراق ساخت، و آهنگ بازگشت به راه حجاز کرد، یا ساز عراق ساخت به هر صورت. حالا من از حافظه میگم این حرف. باری تا رسیدیم به کجا؟ به روزگار صفوی. به روزگار صفوی که گفتم ایران دوباره ساخته شد، اینا در کنارش تعصبات آخوند شیعه از اونجا آمد. اینها باری بزرگان دست کشیدن، علم موسیقی جزء علوم اوسط در کنار ریاضی و نجوم بود، و بعد از مغول دوباره آدمای بزرگی مثل عبدالقادر مراغی و صفی الدین ارموی و قطب الدین شیرازی، بعد از فارابی دوباره اینها آمده بودن و تئوری موسیقی و اینها بماند. کار افتاد دست آدمای پست، به جهتی که اینا تکفیر کرده بودن کسی از علما و فضلا که به موسیقی باری. این مطرب هم واژه فهوای پستی پیدا کرد. این است که در عصر جدید دیگه بگویند مطرب آقا بهش بر میخوره، بفرمایید هنرمند. آقا هنرمند یعنی چه؟ هنرمندان اومدن. خب هنرمندان که ما هنر که 7-8 رشته است، کی آمدن؟ اهل تئاتر آمدن، سینماگران آمدن، نقاشان آمدن، کی آمدن؟ هنرمند عرب اطلاق شدن خواننده، هنرمندان آمدن. به جهت این که مطرب دیگه نمیشه به کسی گفت، مثل در ردیف فوش شده دیگه مطرب، هنرمندان، آقا این هنرمندان آمده. بله اینا توضیحات رو عرض کنم، چیزهای لازمی است که من باید خدمت شما بگویم که مطرب باری. بعد در باب اون مطرب میگوید گویی رگ جان میگسلد زخمه ناسازش، ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش. خیلی از اینا داریم، باور کنید که خیلی نظر داریم. گویی رگ جان میگسلد زخمه ناسازش، ناخوشتر از آوازه مرگ پدر آوازش. یه کسی پدرش مرده چطور زوزه میکشه؟ این وقتی آواز میخوند پدرش مرده،
حالا سعدی نیست ببینی که همه آوازه ما همه قبر آقایی شده، کسی آواز با نشاط که نمیتونه بخونه. گلپایگانی برای چی بیرون میکنن از صحنه موسیقی یا ایج یا بقیه؟ چون اینا صدای اینها به مردم حس خوشی میداد. ترد خونا ولی آزادن. سر قبر حسین، سر قبر فیزیانکی، سر گورستان فلان اونجا چیز میخونده، چیش میگن؟ زیارتنامه و یه حرفا. خب میگوید که یک شبی رفتیم و یک مطربی رو دیدیم که یه همچین صدایی وحشتناک داشت. گاهی انگشت حریفان از او در گوش و گهی بر لب که خاموش. بعضی در گوششون رو میگرفتن، بعضی هم اشاره میکردن که آقا آبروریزی نکنید، بذارین کارش تموم کنه. خب صداش خرابه دیگه، خارج داره میخونه. خب حالا ببینیم چی شد. بقیه داستان خیلی 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 جالب است. نبیند کسی در سماعت خوشی مگر وقت رفتن که دم نکشی. میگن این آقا زمانی مردم خوش میشن و به وجه میان که این میخواد بره، چون مقصود از موسیقی به وجه آمدن است، حس خوشی کردن است. این بعد از انقلاب چی میزنی آقا؟ ما راست پنجگاه. چی میزنی پدر؟ راست پنجگاه آقا، راست پنجگاه. گفتیم حالا سگاه چه اشکالی داره؟ بدونیم مثلا اصفهان چش؟ نه اینا کار مطرباست آقا، ما راست پنجگاهی هستیم. نشستن به یک مش لاتائل گفتن، هنرمندای بزرگی مملکت رو تحقیق کردن. اون خدا رحمت الله علیه لطفی قافل سالار بود، اون رفیق شاعرش هم همکارش این آقای هی الف سایه، خداوند ایشان را یه 300 سال دیگر عمر بدهاد. اینا آقا مطربن، آقا اینا پای منقلی میزدن. خب پس چرا شما به ساز شما کسی گوش نمیکنه؟ به ساز شما، به ساز اونا گوش میدادن. چرا آوازهای شما رو در گوشیشون میگیرن فرار میکنن به آواز اونا گوش میدادن؟ پس این داستانش چیه؟ مقصود از موسیقی چیست؟ آقا بفرمایید ببینید. و در این میانه از همه رودارتر این دربزنا بودن، خدا حفظشون کنه، آدمای محترم بینشون خیلی هست، مثل آقای اسماعیلی. یکی از اینا دیدن که سر فوش کشیده به تهرانی، خودش هم بعد ضرب نمیزنه بیچاره، اما اینا فکر کردن ضرب هم سازه، مثلا یعنی باش ملودی میشه بزنی. بابا ضرب این بهش بیان پرکاشن اینسترومنی پوستی درش ریت با نگه میداره دیگه، این ادعا نداره تنبت زدن که اینقدر. بابا جان که تئوری میدن، فوش میدن به دیگران اینا، ما بیان ضرب. بعد یه چیزایی میزنن به درد عمه میخوره، آدم خجالت میکشه گوش کنه. یه چیزایی میزنن با این دستاشون، من کاش میتونستم ادای این صدا اینا رو در بیارم، شما بشنون چیز هرچه ضربی میزنن. ابداع و اختراع کردن. پدر جان آخر بشین سر جات، به اندازه دهنت حرف بزن، به اندازه هنرت سخن بگو، به اندازه کارت ادعا کن. چی کار به کار دیگران داری؟ چه فوشی داری به حسین تهرانی بدی؟ آقا برو تنبکت بزن. اگر که خوب زدی مردم گوش میکنن، بد زدی هم هیچ، در گوششون رو میگیرن، خداحافظ. تخریب هنر و هنرمندان روش راجب ورزنده، استاد جلیل شهناز دیگه، هر کسی بود اینا به سرداری محمد رضا لطفی رحمت الله علیه شاگرداشن رو از این حرفا میزد. بدبختی یکی دوتا نیست که، اونایی که اهل هستن میفهمن من چه عرض میکنم. خب نبیند کسی در سماعت خوشی مگر وقت رفتن که دم در کشی. چون در آواز آمد آن بربط سرای، کت خدا را گفتم از بهر خدا، زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم. گفت به منزی که این شروع کرد به نواختن، گفتم آقا یه چیز زیبق بده من در گوشم بذارم که نشنوم، یا در باز کن من برم بیرون از دست این. فل جمله
پاس خاطر یاران را موافقت کردم و شبی به چند مجاهده به روز آوردم. مثل که جلسه چند شب ادامه داشته، به یک زحمتی شبا رو روز میکردم از دست این صدای خارج و این آواز خارج این بابا. مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، یا مؤذن بانگ بی هنگام برداشت، نمیداند که چند از شب گذشته است. درازی شب از مژگان من پرس، که یک دم خواب در چشمم نگشته است. بامدادان به حکم تبرک دستاری از سر و دیناری از کمر بگشادم و پیش مغنی نهادم و در کنارش گرفتم و بسی شکر گفتم. صبح که شد میگه دستارم در رو هرچی پول توی جورم داشتم دادم به همون آقا، همون آقای بسدا، و تشکر کردم و بوسیدمشو، خیلی ممنون، چه به چی زدی و چه میزنی از این حرفا. یاران ارادت من در حق او خلاف عادت دیدند و بر خفت عقلم حمل کردند. یکی زان میان زبان تعرض دراز کرد و ملامت کردن آغاز، که این حرکت مناسب رأی خردمندان نکردی، خرقه مشایخ به چنین مطربی دادن که در همه عمرش درمی بر کف نبوده است و قراضه‌ای در دست. آقا عجب کاری کردی، آقا این خرقه مشایخ به یه آدمی دادی که دو شب یه جا نبوده و قراضه‌ای در دست نداشته. قراضه یعنی اون چی از قیچی میریزد، از مقراض هست. منظور از قراضه اینها یعنی پول سیاه، یعنی یه چیز بی‌ارزش در دست نداشته است. به چنین مطربی دادن که در همه عمرش درمی بر کف نبوده است و قراضه‌ای در دست. مطربی دور از این خجسته سرای، کس دوبارش ندیده در یک جای. راز چون بانگش از دهن برخاست، خلق را موی بر بدن برخاست. خدا بیامرز مرتضی خان ورزی میگفت این در این لس آنجلس اینی که میزنن و میخونن موسیقی نیست، موسیخیه، یعنی موی بدن سیخ میکنه. نگو که مرحوم مضمون رو از سعدی گرفته بود. راست چون بانگش از دهن برخاست، خلق را موی بر بدن برخاست. مرغ ایوان زهول او بپرید، مغز ما برد و حلق خود بدرید. گفتم زبان تعرض مصلحت آن است که کوتاه کنی، که مرا کرامت این شخص ظاهر شد. گو آقا هیچی نگوید، یک معجزه این بابا کرد، بر من ثابت شد این صاحب کراماته، صاحب معجزات این آقا، همین آقای مطرب بدصدا. گفت مرا بر کیفیت آن واقف نگردانی تا منش هم تقرب کنم و بر مطایبتی که کردم استغفار گویم. گفتم بلی، به علت اون که شیخ اجلم بارها به ترک استماع فرموده است و موعظه بلیغ گفته و در سمع قبول من نیامد. امشب طالع میمون و بخت همایون بدین بقعه رهبری کرد تا به دست این توبه کردم که بقیت زندگانی گرد سماع و مخالطت نگردم. آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین، گر نغمه کند ور نکند دل بفریبد. بر پرده عشاق و خراسان و حجاز است که نامه گوشه های موسیقی بودن که گم شدن، که حالا یه چیزی داریم عشاق، مثلا حجاز هم داریم، ولی معلوم نیست اونا محتواشون چه بوده. از حنجره مطرب مفتو، بعد بر پرده عشاق و خراسان و حجاز است، از حنجره مطرب مکرو نزیبه. خلاصش این است که میگوید هرچی ابن جوزی گفت آقا ترک سماع کن نمی کردم، این از بد خوند و از بد زد ما رو ترک داد و این معجزش این بود و منم خرقه رو بهش دادم و هرچی تجربم بود. بسیار بسیار زیبا و شیبا، بسیار بسیار زیبا و شیبا. ما اینجا خدمت شما گاتای زرتشت رو
آوردیم و گاه گاه سرودی از سرودهای او میخوانیم. دیشب نگاه کردم 725 بار در شاهنامه فردوسی واژه خرد به کار رفته که مترادف عقل است. در قرآن کریم بنده هرچی گشتم واژه عقل رو پیدا نکردم. اگر شما مستقل عرض کنم از مشتقاتش و اینها نیارید لطفا، اگر شما پیدا کردین برای ما. بله بله، میگوید بهترین نیکی به کسی برساد که راه راست سودمند را در زندگانی و مادی و مینویی که به راستی به جایگاه خدا میرساند نشان میدهد. او چون خدای دانا آزاده و دانا و افزاینده میگردد. از تعبیر جعفری. بعد زیرش میگوید پروردگارا کسی که ما را به راه راست و درست زندگی و رستگاری جهان مادی و معنوی رهبری کند بهشت بهرش ساز، اون بهشتی که پایگاه پرهیزگاران و پاکمنشان و بارگاه قدس اهورایی است، بشود که به رهبری آنان ما به تو راه تاییم. به 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 به، ما به راه تاییم. بله، از زرتشت بزرگ. بله، اوستا. من توصیه میکنم گاتها رو بگیرید هموطنان بخوانیم، کمی این سمومات تعلیمات جنایتکارانه و فرومایه آخوندی از کله ما بره و بیرون. به این علت از چهارشنبه ها بنده شاهنامه رو میارم اینجا خدمتتون. شاید لحظاتی ما بتوانیم این پروازی هم بکنیم. ایداد بیداد، ایداد بیداد. خب خدمت شما، اجازه فرمایید که ما یه موسیقی بشنویم. و بعد دوستی از قم به بنده زنگ زدن، دو مشکل داشتن، ما اونا رو حل کنیم از سبت که و بعد پی بگیریم برنامه رو. عرض کنم خدمتتون که داستان ها داریم ما در این تریبون. خدمتتون بگم که در موضوع فتح مکه که واقعا یه چیز مضحکیست این داستان فتح مکه، یعنی خداوند تبارک و تعالی سخنش اونقدر مستدل نبود و اونقدر ابهت نداشت که عربا نپذیرفتن. مرکزیت فرهنگ عرب اینا رو قبول نکرد. تا چی شد؟ با تروریسم و نصف شب سربریدن و سر کاروانا رو زدن و بار اینا رو غارت کردن و بعد محاصره نظامی. تو رو خدا ببینید ازم فکرش میکنه، ازم وحشت میکنه. داستان چقدر مغلطه، آخه تا کجا مغلطه؟ فتح مکه، در حمله چنگیز میخوانیم، فتح بخارا، فتح خارزم، اونی همچی چیز بوده دیگه. خب حالا از سر نمی روی طویله، از دم می کنم طویله. این جان کلام بوده. قبول نمی کنی؟ دین اجدادیت می خواهی نگه داری؟ مالا با شمشیر می آن دن بچه تون اصیل می کنیم، سرتون می بردیم، فلا می کنیم، بیسار می کنیم. 10,000 اراذل الناس که البته بین اینا یه 5-6 تا آدم حسابی هم بود که این بدبخت ها در روزگاری که اسلامی نبودن آدم حسابی بودن، بعد جنایتکار شدن مثل حمزت ابن عبدالمطلب و ارشاد که سعد ابن ابی وقاص و ابوبکر صدیق، این آدم های درست حسابی بودن. حالا بمانم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بسیار بسیار کینه توز بودن. یعنی ما ندیدیم که کسی در باب ایشان سخنی گفته باشد و ایشان نکشته باشد او رو، یا نصف شب آدم نفرستاده است یا ببخشه، همچی چیزی ما ندیدیم. بنابراین ابو سفیان میاد به دیدار ایشان، وقتی دید که 10,000 نفر داعشی محاصره کردن مکه رو، گفت ها یه بار چاره نداریم، ما تسلیم شیم دیگه، شریک شیم با اینا دیگه.
حالا ما تجارت میکردیم، حالا ول میکنیم با هم بریم سر گردنه، بهتره که دیگران کار کنن ما بخوریم. این آخوندا گفت که لشکر نشون بدین به ابو سفیان. خیلی خنده داره، ابو سفیان روی بلندی نگه داشتن. یکیش آمد گفت فرماندهش کیه؟ گفت فلانی. گفت همون نبود، همون چیز ارازل چاقوکش نبود که سر کوچه فلان چاقو میکشید؟ گفت چرا، همون فرمانده. دوباره ما دوباره این فرمانده گفت بابا همون نبود، باباش گدا بود، خودش هم چی پر بود. ابو سفیان اینا رو میگفته سر تپه، تو این تاریخ هست. باری حضرتشان فرمودن 10 نفر رو بکشید، لیست دادن به فرماندهان که از اهالی مکه فقط 10 نفر رو هر جا پیدا میکنید بکشید. از این 10 نفر 6 نفر مرد، 4 نفر زن، و گفت یه نفر بین اینا هست اگر به قفل کعبه هم آویزان شده باشه او رو بکشید. اون عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد بود. قبلا خدمتتون گفتم این عبدالله اولین کاتب قرآن بود، مرد فصیحی بود، آیات رو تغییر میداد، حضرت هم قبول میکرد، میده خب زیباتر گفته. خب مثل که سعدی فرض کنید بشه منشی سلمان ساوجی، او غزل میگه سلمان، او سعدی بهتر بلد بود دیگه، فصیح‌تر بود. میگم این بد اینجوری باید خوبه، میگم راست میگی، درست هم هست. تا یه مرتبه یه روز قلم گذاشت زمین، گفت ای بابا شما میفرمایید اینا رو خدا میفرسته، من عبدالله چرا باید کلام خدا رو بتونم تغییر بدم؟ این داستان تاریخ، من نمیگم این رو، فکر نکنید من دارم از خودم اختراع ابداع میکنم، این داستان عبدالله ابن ابی سره، عبدالله ابن سعد ابن ابی سر. رفت آقا، رفت و یه مش اشعاری گفت و از کنم که مثل که دو دختر خوانندم پیدا کرد، تصنیف میگفت و اینا، تنزی درست میکرده بود برای پیغمبر و یه حرفا، این داستانا. و در روز عرض کنم که میگشتن، مولا علی یکی از اونا بود که شمشیرش دستش بود، میگشت سر اینه ببره و اینا، این رفته بود تو زیرزمین عثمان قایم شده بود. عثمان کی بود؟ برادر رضایی این آقا. برادر رضایی یعنی چی؟ یعنی دو نفر که برادر واقعی نباشند از یک مادر شیر بخورن، برادر رضایی. حالا یه آخوندی آمده در یک تلویزیونی میگوید اگر که یک بچه به خاطر سینه درد شیر الاغ خورد، این میشود برادر رضایی اون کرخره. بالاخره کرخری بوده دیگه، خره زایده، یک کرخر که از این شیر میخورده، حالا این بچه آدم هم از اون شیر اون خره خورده، برادر مطابق قانون اسلام برادر رضاییشه، نمیتونه سوار خره بشه. ببینید چه دانشمندانی هستن در ایران، چه مشکلاتی رو حل میکنن. اینا یک قرن و نیمی تقریبا بحث میکردن در این مسجد شاه و این مکاتب اصفهان که کشمش در پلو حلال است یا حرام است. بعض علما میفرمودن که حرام است چون در این فاصله ممکنه تخمیر بشه به الکل تبدیل بشه، بعضی میگفتن حرام نیست. تو بالاخره یه نفر پیدا شد، یه دخوی پیدا شد و مشکل حل کرد. آقا دعوا نکنید، اینقدر عمامه به هم پرتاب نکنید، این کشمش رو سرخ کنین اول در روغن، بعد بزنین به پلو مفت نوشه جان کنین، اون موقع کار شما درست میشه. خیلی گناه دارد آقا این الکل، اصلا شما نمیدونید تمام پایه‌های عرش خدا میلرزه کسی آبجو بخوره. اما سربریدن البته اشکالی نداره، مال مردم رو از بیخ غارت کردن که چیزی نیست، اینها در راه الله، الله هم فرموده. اما خدا نکنه دست شما به جام شراب برسه، اصلا اون پایه های عرش خدا رو به لحظه در میاره. زن بچه مردم بردن فروختن تو مدینه پولش گرفتن، اما که گناهی نیست، اون خداوند فرموده، ترغیب فرموده است. باری اینا می آمدن خدمت حضرت،
بیعت میکردن. این عبدالله گفت آقا دستور داده پیغمبر شما که ما رو بکشن. عثمان گفت ناراحت نباش. این عثمان از مهمترین آدمای اسلام بوده، ثروتمند بوده. پیغمبرم اسلام هم باهوشترین آدمای نه تنها عصر خودش بلکه چگونه عرض کنم هزاران سال بعد از خودش بوده. وقتی میخواست ببخشه تمام این قضایای سیاسی رو به نظر میگیره ببینه به نفعش هست ببخشه یا نه. اگه به نفعش بود میبخشی. در فتح مکه خالد ابن ولید رو فرستاده که برو فلان قبیله رو نمیدونم اسلام رو گسترش بدونم چه. اون قبیله مسلمان بودن بیچارا، منتها این آدم کشی جنایتکار خونخوار خالد ابن ولید با اینا حساب خورده داشت. گفت اگه راست میخوا اسلحتون تحویل بدید. اسلحتون تحویل گرفتن، دستای اینا رو بس، بیگناه همه رو سر برید، مسلمانان رو بیگناه سر برید. حالا به رسول گفتن. وارد بود ایشون، استاد بود، چگونه عرض کنم این حالا باید چی کار بکنه؟ قانون اسلام میگوید که باید قصاص بشه دیگه. نه این نتا یه نفر یه قبیله رو سر بریده بود بیگناه، ولی سیف الله بود به دردش میخورد، بهترین جنرال عرب بوده. چه کردیشون؟ قصاص کرد؟ نه، به درک کشته. حالا این همه آدم نشستن در مسجد گفتن خدایا خداوند شما میدانی من از این کاری که خالد کرد من بیزارم. مقالطه رو ببینید، با این داستانی که من از کاری که خالد کرد بیزارم، خون همه پایمال شد. بعد علی رو فرستاده با چند تا توهره برنج رو نمیدونم برنج که نداشتن، گندم و جو و اینا، برو اینا رو راضی کن. اون باقی مونده که فرار کردن از غم این آقا، چیز کن رضایتشون رو بگیر. باری گفت که این میکشه، گفت بیا بریم. من یا عثمان همیشه خلاصه در جنگ احد همین عثمان در رفت، سه روز معلوم نبود کجا بود، معلوم نشد عثمان کجا رفت در این جنگ احد. آخه اینا آدم کش نبودن که، آدم مثل عثمان ابوبکر و عمر و اینا که آدم کش نبودن که، اینا اهل این کار نبودن، اهل این کار شده بودن متا جای تنگ درم میرفتن. بعد از سه روز که پیدا شده هیچ به روش نیورده، به جبه عثمان پول داشت، پول خرج میکرد. باری عثمان آمده، حالا من میخونم داستان رو. بنده عرض کردم اشاره کرد، اشتباس، اشاره نکرد، نگریست ایشون. حالا این دوست عزیز محترم ما که یک فرهنگی بازنشسته است، بسیار مرد نازنی نیست، اشکال عمدهش برام بود. یک ساعت و نیم وقت ما رفت بر این توضیحات این که این نگریست، پیغمبر نگریست که بکشید. یه حدیثی هم هست که پیغمبران اشاره نمی کنن. حالا من میخونم خدمت شما ببینیم چی شد. خب بله، و لشکر هر کسی به جای خیش فرود آمدند و مردمان مکه آمدن گرفتند فوج فوج و مسلمان همی شدند و به دین اندر همی آمدند چنان که خدای عز و جل گفت اذا جاء نصر الله و الفتح الى آخر، که این همون یدخلون فی دین الله افواجا و اینا. پس پیغمبر علیه السلام روز دیگر روز بر کوه صفا بنشست و عمر ابن الخطاب را رضی الله فروتر از خیشتن بنشان. رهن مکه همه مولیان پیغمبر گشتن، همه شدن نوکران حضرت رسول، زیرا که خدای عز و جل ایشان را از پس آن که با لشکر او حرب کردن با خالد ابن الولید و او را بر ایشان ظفر داد و ایشان را ذلیل کرد. بله، یعنی اهل مکه را ذلیل کرد و همه بله
حالا اینا به بگذاریم. پس پیغمبر علیه السلام روز سدیگر یعنی روز سوم پرسید که اون ده تن را که فرمودم که بکشید چه کردید؟ گفتن یا رسول الله، عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد به خانه عثمان پنهان است. پس عثمان او را پیش پیغمبر آورد و از گناه عفو کردن خواست و سعد و عباده با انصار بر سر پیغمبر ایستاده بودند با شمشیرها. این سعد و عباده این مشهورترین کرکتر مدینه بود، ادعای پیغمبری داشت و اینها. ایشون اومد دکانی آقارم بیچاره رم بست، ایستاده بود با انصار بر سر پیغمبر، یعنی در کنار پیغمبر با شمشیرها. پیغمبر چون سعد را بدید سر فرو افکند. پس عثمان را اجابت کرد، گفت باشه بخشیدم، به عبدالله ابن سعد مسلمان شد. چون عثمان بازگشت و او را باز برد، یعنی با خودش برد، پیغمبر سعد عباده را گفت کسی نبود که سر این منافق برداشتی و من چندین از بهر آن خاموش بودم تا مگر کسی این بکند. سعد گفت یا رسول الله، به چشم ببایست نمودن. گفت چشمکی میزدی؟ پیغمبر علیه السلام گفت اگر به چشم بنمودمی عثمان بیازردی. گفت اگر من چشمک میزدم کار میکردیم عثمان از من آزرده میشد، دلش نمیخواد عثمان از او آزرده بشه. اونهایی که برای پیغمبر مهم بودن عثمان بوده و عمر و ابوبکر، اینا رجال بزرگ بودن. حضرت علی بیچاره خونه شاگردی بود، اهمیتی نداشت. حالا ایشان میگوید از مسلمات شیعه. آقا مسلمات، ما در فیزیک هم مسلمات نداریم، تا چه رسه در شیعه؟ میگویند یک تئوری، امروز دیگر میگن آقا یک تئوری در فیزیک شما نمیتوانید در آزمایشگاه مسلماتش رو به اثبات برسانید، بلکه بایستی در ابطالش بکوشید ببینید میشود اون رو باطل کرد یا نه. حالا شما بیایید ببینیم در چه مسلماتی در شیعه هست. آخه شیعه که مسلمات نداره، بر پایه شایعه و دروغ ساخته شده. آقا این دیگه حضر من از شمس بروید از اون 1,200,000,000 مسلمانی دیگه بپرسید راجب رافضی و شیعه و یه حرفا، اونا خواهند گفت. اونا رو بذاریم کنار، علمای بزرگ که دیگه سرشون بر آسمان بود، مثل نمیدونم امام غزالی طوسی و امام الحرمین و نمیدونم این همه فضلا که همه سنی بودن، یه شیعه فاضل ما نداشتیم. آقا بین همه چهار تا شیخ دروغو، شیخ مفید و نمیدونم شیخ طوسی و قومی و اینا، یه مش اباطیل و اراجیف و دروغ و به قول امروزه میگن دروغ و دمر، اینا چیزی دستشون نبود که. عزیز من کدوم مسلمات؟ چه چیزش مسلمه است؟ حدیث قدیر خم، اصلا بیچاره علی گوری نداشت. یکی از بحثای ما این بود، گفتم آقا پدر جان حضرت علی دشمن داشت از بس آدم کشته بود. این خوارج گفتن آقا ما ایشون رو هر جا به خاک کنید ما اون از گور در میکنیم، جسدش رو تکه تکه میکنیم میدیم به حیوانات درندگان بخورن. طبری میگوید حسن و حسین بعد از فوت ایشان را در سرای سلطانی در جای پنهانی به خاک سپردن که او را از گور بیرون نکشن. بعدها آمدن از امام جعفر صادق پرسیدن آقا پس چی شد این خبر پدر شما؟ همینجاست، گور مغیره است اینجا، این مسجد علی نمگوزه و گور علی میگوین، این مغیرت ابن شعبه از اصحاب اونجا نمیدونم حاکم بود فلان اونجا مرده، قبری نداره حضرت علی بیچاره خاطر اعمالش. مسلمات شیعه چه مسلمات؟ کدوم مسلمات؟ هیچ دینی مسلمات نه، اینا نقلیاته، اینا که علم نیست که مسلمات داشته باشه. پدر جان عزیزم استاد من، مسلمات از مسلمات شیعه یکی اینه که حضرت علی 40 شب در 40 جا مهمانی میخورد.
آخه اینم شد حرف؟ این شد آدم عاقلی هم چیزی میگه؟ یا از مسلماتش این هست که نمیدونم یه کسی رفته به چیز به تایی چه حالا 1400 سال میاد بیرون دنیا رو نجات میده. این هم از مسلمات دیگرش. خب گفت چرا چشمک نزدی؟ گفت که اگه چشمک میزدم عثمان آزرده میشد. خب اگر به چشم بنمودمی عثمان بیازردی و عبدالله ابن ختل را بیافتن همان روز نخستین و از یاران پیغمبر یکی بود او را ابوالبرزه گفتندی او را بکشت و مغیث ابن سبابه هم از قوم او مردی او را بکشت نام این مرد نمیلت ابن عبدالله و صفان ابن امیه بگریخت و به جده شد و همین خواست که به دریا نشیند و به یمن شود. خب پس اینا که دستور داده بودن یکی یکی گرفتن سر بریدن و صفوان رو آدم فرستادن مسلمون شد و پیغمبر او را زینها داد و چنین و چنان. و صفوان پسر عمه پیغمبر بود، مادرش امهانی بود، دختر عبدالمطلب. یکی از کسای گفتو بکشن نه، ولی چون قوم خیش بود نکشت. بله عمامه سیاه گذاشت اومد و بر لب دریا گفت که تو رو بخشیدن و تشریف بیاورید. بله این هم این بخش از تاریخ طبری. تازه وقتی آمده بهش گفته است که این دو یکی را بپذیر، یا شمشیر یا اسلام. چه میزان آزادی در اسلام هست؟ یا شمشیر یا اسلام، هر کدام خواهی بگذیر. صفوان گفتا مرا زمان ده تا از این هر دو یکی بگذینم. پیغمبر گفتا 4 ماه زمان دادمت. این اکرمه بود، اکرمت ابن ابی جهل. و اکرمت ابن ابی جهل پیش از صفوان گریخته بود و به یمن شده و زنش ام حکیم ابن هشام دختر عمش بود مسلمان شد و اکرمه را از پیغمبر بخواست و به زینهار پس اجابت کرد و اکرمه را زینهار داد. حالا اینا کسانی بود که گفته بود بکشند. این بود داستانش. حالا دوست عزیز ما میگوید که شما گفتید اشاره کرد، نه نگاه کرد، برونور نگاه کرد ببینه کسی است گردنی باور بزنه. چون گردن زدن جز لایفک تصاویر اسلامی کشن، گردن زدن سر بریدن. عرض کنم که گفت این کشور از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ناکسان شما نیز بگذرد. آمده اسمش چی؟ از قندیه، نمیدونم چی اسمش. این آقا فرمایشاتی فرمودن در باب مشروطه. خواهش میکنم گوش کنید ببینید مملکت ما کارش به کجا رسیده و تاریخ مشروطه و اون همه آزادی خواهان و اون همه رجال بزرگ و اون همه قربانیان استبداد، اینا خونشون چگونه پامال شده است که این مردک پرخور گردن کلفت بیشعور ببینید چه چیزایی گفته است به رضا شاه و به مشروطه خواهان و اینها و همه اعتبار داده است به روزخانها. لطفا گوش کنید ببینید تا بندم در خدمتشون هستم. بعد از اینکه فرمایشاتشون که 3-4 دقیقه است تموم شد جواب بایسته و شایسته خدمتشون عرض خواهیم کرد. بفرمایید پخش کنید ببینند که این آقا چه میگوید. اعلام کرد آقا انقلاب مشروطه داره منحرف میشه و منحرف شده افتاده دست کسای دیگه و شعار مشروطه مشروعه رو سرداد. گفت ما مشروطه انگلیسی نمیخوایم، مشروطه اسلامی میخوایم. مشروطه مشروعه یعنی مشروطه اسلامی. درست که این شرایط برداشتن اخوند خراسانی و میرزای نائینی و علما مراجع نجف و علمای خود تهران طباطبایی بهبهانی اینا همه باز کنار مشروطه خواهای ایستادن، حتی خود مدرس گفتن درسته که شیخ فضل الله اینا رو میگه، اینا حساسیت است، اما درگیری داخلی ایجاد نکنیم. بعد که شیخ فضل الله رو اینا به دار کشیدن یه مرتبه دیدن بابی و بهایی و ازلی و اینها آمدن شدن سخنگویان انقلاب، یه پرمخان ارمنی و فلان و اینها آمدن دیگه پلو هم زدن تو سفارت انگلیس، این شد انقلاب مشروطه. آخوند خراسانی میرزای نایی علما و بزرگان یه مرتبه ترمز زدن.
گفتن انگلیس داره کلاه ما رو برمی‌داره، انقلاب رو ما کردیم، دارن نونشو اینا میخورن. همین کاری که الان هم باز ممکنه بشه ها، به شما بگم تو کشورهای عربی اگه هوشیار نباشن. آخوند خراسان اعلام کرد من حرکت میکنم به سمت ایران، هم برای که رسما جلوی ارتش روسا که شمال ایران رو گرفتن بایستیم، هم برای که جلوی انحراف مشروطه رو بگیرن. فرد شبی که آخوند خراسانی فرداش میخواست حرکت کنه بیاد به سمت ایران، اون شب ایشون از دنیا رفت مسموم، به احتمال قریب به یقین توسط انگلیسا یا روسا مسموم شد. همون شب ایشون از دنیا رفت، صبح اومدن دیدن جنازه آخوند خراسانی است. شیخ فضل الله رو به دار کشیدن، مدرس اونجوری، هر کدوم یه جوری از سر را برداشت انگلستان و غرب. جامعه هرج و مرج شدید در جامعه حاکم شده، فقر، ناامنی، جامعه رو رسوندن به جایی که بگن آقا یک دیکتاتور قلدر بیدین ولی میاریم. شما که دیگه دیدید از انقلاب و مشروطه و اینا به جایی نرسیدید، بین خودتون هم که اختلاف افتاد، و اقلا همون امنیتی که از دست دادید امنیت رو بهتون برگردونیم. یک دیکتاتور بی سواد. رضا خان نمیدونم عکسشو دیدید یا نه، پشت دوم اسب نفر سوم سفارتخانه های خارجی دست به سینه واسطه، نمیدونم پهن جمع میکرده از زیر اسب چی بوده، چون دقیقا او عکس من دیدم، اون نفر سوم یک سفارت اروپایی رو اسب نشسته اینجوری، دستش اینجوری کرده روی اسب به اون طرف، ما تحتش طرف رضا خانه. بعد رضا خان اینجوری، دقیقا اینجوری پشت ما تحت اسب او یا رو ایستاده اینجوری داره عکس بنده. اینقدر ما رو تحقیر کردن، این مردک رو کردن شاه ایران. ببینید اصلا تحقیر چقدر این رو کردن شاه. سواد نداشت، تریاکی بود، گفتن ملت ایران لیاقت یه همچین شاعری رو داره، و از طریق او بر تمام مقدرات ما حاکم شدن. گفتن میخوام پیشرفت، مدرنیته میخوام بیاریم ایران. مدرنیته ای که از ما تحت اسب یک سفارت خونه میاد بیرون، اینجوری آمد، اینجوری که مدرنیته و پیشرفت ایران شروع شد، پیشرفت از نوع پهلوی. پشت سرش انگلیس بود. 1299 انگلیس کودتا میکنه به دست این فرد. دولت سدزیا که خودش وابسته است، رضا خان پشت حضور داره، 5-4-5 تا دولت عوض میشه، شخص ثابتش این آدمه. دولت های چند ماهه هم میان میرن، مجلس رو کنترل میکنن، رضا خان رو از سر را بر میداره، این میاد مسلط میشه. بعدم احمد شاه رو یه بچه رو میفرسته بره خارج، رو یک بچه دیگه رو هم داره به عنوان ولیعت، میگه شما اینجا فعلا باش، بشه که تو هیچ کار دخالت نکنی، تا شرایط کم کم آماده میکنن و کلا رژیم رو تغییر میدن. بله اینم شد تاریخ شناس. اسمش چی بود آقای؟ چی اسمش؟ حزقندی. یه اسمایی پیدا که اینو بده میشه که ما نداشیم در ایران، مثل آیت الله فاکر مثلا، آقای حزقندی. چه تاریخ مشروطه تحلیل کردی؟ به 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 به، دو سه دست دیشن کباب دیگه هم بخور، بلکه شعورت بیشتر بشه، مرد حسابی، خجالت هم نمیکشی. خلاصه کرد در دو سه دقیقه این دورفشانی ها کار رو خلاصه کرد و ترتیب چیز رضا شاه و همین مملکت رو همه رو داد و اینها، گفت آخوند. بله همه چیز رو به هم مخلوط کرد، زن ناینی رو قاطی کرد با فضل الله نوری، مرد حسابی بی عقل. ناینی اصلا مخالف مشروعه بود، کتابش که هست که میگه مشروعه میگفت ما مشروطه میخواییم، منتها مشروطه مشروع، نه مشروع خواهان اصلا مشروطه نمیخواستن. چرا به مردم دروغ میگیم؟ مرد حسابی، مشروط خواهان در مقابل مشروع طلبان، که اینا قوانین اسلام همین چیزایی که شما حاکم کردین میخواستن، سرانجام خب درست شد دیگه، بالاخره این مشروع هست دیگه در ایران، نه که اینا مشروطه میخواستن. آخوند فلانی با اون عمامش گفت من برم جلو روسا رو بگیرم. بله بسیار دیدیم آقا در جنگ های با روسا آخوند بود که ماشاءالله اسلحه به دستش. آخه شما آخوند که کار بلد نیست که، کدوم آخوند جنگ کرد جلو لشکر؟ خجالت نمیگه چی مردک؟ تقی‌زاده میگوید که
نیوپرم خان مثل ناپلئون بود و مشروطه مدیون چهار نفر اگر باشد، یکیش نیوپرم خان ارمنی است. به جهت اینکه وقتی که تهران فتح شد و سیر سواران بختیاری و مجاهدان شمال و مجاهدان ارمنی هم آمدن البته و چه میزان کشته دادند این خوانین بختیاری بر اثر اشتباهات برخورد نیروها و اینا تو سوراخ ها بودن این آخوندها. و بعد لشکرکشی ها شد، سالار دوله تا نزدیک تهران آمد، محمد علی شاه با 30,000 نفر حمله کرد، شاه دوله بود، قیاغیان بودن، اینا رو آخوند خراسانی آمد جلوشون گرفت. تمام اینها رو نیروهای ملی که در تهران بودن عمدتا بختیاری بودن و شاه سوان بینشون بود، ولی فرماندهی کل همواره جنرال اصلی این جنگ ها نیوپرم خان بود در کنار سردار اسد، نه سردار اسد بزرگ، حجر علی خان رفت دنبال کارش، پسرش بود و بعد وزیر رضا شاه شد، وزیر جنگ رضا شد و اونو کشت. این آخوندها نمیفهمیدن مشروطه چیست. اینقدر هست که عرض کنم مردم از فقر و گرفتاری و قرضهایی که این مظفرالدین شاه کرده بود، مملکت فروخته بود و ناصرالدین شاه، قرض پشت قرض و مرتب قراردادهای استعماری، مردم بیدار شده بودن بعد از ماجرای تنباکو، روشنفکران اینها مردم رو دعوت کردن به حاکمیت ملی، دو تا آخوند هم همراهی کردن. بعدم گفتم ما که نمیفهمیدیم مشروطه چیه، این تبایی بود اون بهبهانی به آقا حالا تکلیف ما چی؟ آقا شما تکلیفی ندارید، پس ما بیکار شدیم. آقا خودتون اومدید مشروطه، گفت ما که نمیدونستیم مشروطه چیست، اگر میدانستیم که نمی آمدیم. اینا بودن این آخوندها. و بعد آمده راجع به رضا شاه که رضا شاه نمیدونم ایستاده پشت نمیدونم عصر فلانی. آقا رضا شاه هر که بود و موارد در واقع جنبه های استبدادی حکومتش رو بنده فکر کنم تنها کسی هستم که نقد کردن در اینجا به کرات و مرات و به بیراها هم شنیدم، هم قاذورات اسب رضا شاه به همه شما میارزید. و یک نکته مهم و اون این که درست است که انگلیس آمد و دید که این مشروطه و این دموکراسی به نفعش نیست و خواست استبداد برقرار بکنه، اما رضا شاه کسی نبود که زیر بار انگلیس ها برود به وجهی که شما میفرمایید، و همین دلیل هم باش دشمنی کردن. وقتی شیخ خزعل رو آوردن به تهران، آقای سر پرسی ساکس هست، اون یکی دیپلمات ها این اسم حال کرده من یادم نیست بگم خدمتون، یه انگلیسی فرستادن اونجا پیشه که برای پیش خزعل، اون سرباز ایرانی گفت پادشاه گفته است راه ندهیم، چندین فوش رکیک رضا شاه داده به انگلیس و انگلیسی و هرچه هست، اینا چه دخالتی میکنن در کار ما، این بابا یاغیست، مالیات دولت رو نداده سال هاست چنین و چرا. و آرتور کریستنسن گفت ای به میچون همه گفتی هنرش نیز بگو، محقق معروف دانمارکی میگوید من بعد از 15 سال به ایران رفتم، ایران رو نمیشناختم دیگه، از بس اقدامات شده بود، از بس اصلاحات شده بود، شهرها شده بودن، راه ها ساخته شده بود، چنین و چنان بود، حالا بلنگو افتاده دست این آقا. عالمترین علمای اینا همون فضل‌الله نوری بود در حوزه فارسی زبانان، دیگه کسی عالمتر و فاضلتر از شیخ فضل‌الله نوری، دشمن ملت چه جنایاتی کرد این شیخ فضل‌الله، چه آدم ها کشت، آخر الامر آمدن محاکمش کردن، یکی از این
قاضیانی که او رو محکوم اعدام کرد زنجانی بود که 24 سال درس آخوندی خونده بود و کتابش هست در نقد آخوند آخوندیسم و وضعیت کربلا و نجف و این داستان ها. تا رضا شاه در ایران بود این آخوندهای مفخور جرأت اظهار نظر و ابراز وجود نداشتند. چیزی برای مردم شما باقی نگذاشتید تا ادعا هم بکنید از دیگران هم ایراد بگید. برای اولین بار حکومت عجامه رو اوباش چاقوکشان روز به روز هم تعدادشون زیادتر میشه. چرا زیادتر میشه؟ لایه در لایه میخواد اینا سیانت بشن از دست مردم، چون مردم از اینا بیزار هستن. آقا بیان یه رأی بگیریم ببینیم آقا مردم اصلا شما رو میخوان نمیخوان. آقای روحانی رو راه افتاده آمده، اینا مایه ننگ تاریخ ایرانن، این آخوندها مایه ننگ تاریخ بشرن. شما ببینید چه کارها کردن. یه آدمی مثل احمدی نژاد رئیس جمهور مملکت ایران، تو رو خدا فکرشو بکنید، آدم خجالت میکشه وسط زمستان نمیدونم زیر 30 درجه آدم عرق میکنه. حرکات و وجناتشو دیدید، کتش و اون صحبتاش و فحشایی که میداد و اینا. تحقیر اینه مرد حسابی، تحقیر اینه نه اون. گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، صبر کن و الله اعلم به رشاد. آمد اینا رو از دادگستری انداخت بیرون رضا شاه، گفت اینا همش مردم بی سواد بی شعور بی عقلن. کسروی هم یکی از کسانی بود که مأمور شده بود تصفیه بکنه، دادگستری مدرن درست کنه برای ایران و کردن. آدم مثل داور، دانشگاه ساخته شد در اون کشور، هر کسی میدید یه مندلی داشت و عرض کنم که همین دانشش هم همین در حد همین چیز هاست که میشنوید، مثل طب و رضا و طب و صادق و یه حرف ها. خلاصه که من نمیدونم اون بچه های جوانی که واقعا میشینن حرف ها رو گوش میکنن، یکیش هم لبخند میزد، اینا همینا رو در این کله میذارن میبرن منزل به عنوان حقایق، یا اینقدر حس مسئولیت دارن که برن به تاریخ ها نگاه کنن. آقا همین خاطرات تقی‌زاده رو بخونی کافیست دیگه ما مطمئنتر و امینتر و دیگه بهتر از تقی‌زاده که نداشتیم. که کسروی تاریخش هست، بگیرید بخونید ببینید این آخونده چه کاره بودن، چه کسانی مملکت رو نگه داشتن. آخوند خراسانی گفت که من دارم جلو روسا رو بگیرم. ماشاءالله یه وقتی زمان صفویه آخوندها رو فرستادن میدان، اومدن گفتن آقا حالا این جوک در برشون در بودن در هرچه، گفت آقا برن جلو افغان ها، این آخوند هایی همه خوردن قربان 200 سالیست میخورن میخوابن. یه مش سپر شمشیر میدن سراغ آخوندها، دیدن همه فرار کردن، گفتن آقا آخوند چرا فرار کردی؟ گفت آقا این افغان ها نامردن، جنگ بلد نیستن. گفت چطور؟ گفت من سپر به این گندگی رو آوردم بالا، این میزنه به گردن من، من خودم دیدم زدم به گردن عاشق مرتضی، کلش پرید منم در رفتم. آقا سپر به این گندگی بزن، به این سپر چرا میزنی به پا؟ گفتی آخوند دیگه بیشتر از این دیگه جنگ بلد نیست. جلت خالق باری وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.